اسم این گوشی باید چند بار تکرار کنید یا حتی یه جایی بنویسید که یادتون نره. Redmi Note 11 Pro Plus 5G که برای گفتنش باید یه نفس عمیق بکشید، یکی از گوشی‌های جدید شرکت شیائومی که جذابیتاشو میشه تو 3 تا عدد بالای 100، یعنی دوربین اصلی 108 مگاپیکسلی، صفحه نمایش OLED 120 هرتزی و شارژر 120 واتی خلاصه کرد. این گوشی همونطور که از اسمش مشخصه از 5G پشتیبانی می‌کنه و پردازنده کم مصرفی هم داره. سلام دوستان، من آرش افراسیابی هستم از سایت موبایل تایار. برای بررسی این نوبت رفتیم سراغ نوت 11 پرو پلاس از شرکت شیائومی که به نسبت قیمت امکانات زیادی رو در اختیارتون قرار میده. این گوشی رو شرکت تکنولایف برای بررسی در اختیار ما قرار داده. خب قبل از اینکه یه سری به جعبه بزرگ و کاملا سنگین این گوشی بزنیم، اگه هنوز کانال ما رو دنبال نکردید رو دکمه اشتراک کلیک کنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید. نوت 11 پرو پلاس تو دو رنگ مشکی و سبز و یه رنگ ترکیبی آبی روشن ارائه شده که نسخه‌ای که تو این ویدیو ازش استفاده می‌کنیم به رنگ مشکیه. مبحث طراحی به خصوص توی گوشی بزرگ و سنگین مثل این اهمیت زیادی داره و تو نحوه استفاده از دستگاه تأثیر مستقیم میذاره. اولین نکته که تو طراحی نوت 11 پرو پلاس 5G جلب توجه میکنه مثل اسم بزرگ دستگاه، ابعاد بزرگ گوشیه. گوشی نسبتاً بزرگ و سنگینه. این گوشی حدوداً 204 گرم وزن داره، حالا یه مقدار پایین بالا 205 206 طبق اندازه‌گیری که ما کردیم، و گوشی سنگین و بزرگی به حساب میاد. خب علت بزرگ بودن یه مقداری بیش از اندازه گوشی هم، حالا یه مقدار میشه به این حاشیه‌های بالا پایین صفحه نمایش اشاره کرد که یه خورده باعث شده که از لحاظ طول عرض هم با گوشی بزرگی روبرو باشیم. از این قضیه که بگذاریم، طراحی دستگاه یه مقدار مدرن به نظر میرسه. در حقیقت این سطح تخت روی صفحه نمایش که تو بخش پشتی هم تکرار شده، می‌بینیم سطح بخش پشتی هم کاملا تخت طراحی شده، باعث شده که طراحیمون یه مقدار به روز و مدرن باشه. تو بخش پشتی اولین نکته‌ای که جلب توجه می‌کنه این حاشیه کاملا برآمده دوربین است که یه چیز نزدیک به 2 میلی‌متر که وقتی گوشی شما روی میز قرار میدید ببینید که باعث میشه لخوردگی خیلی شدیدی ایجاد بشه. در مورد جنس بخش پشتی نمیشه به صراحت اظهار نظر کرد، ممکنه با شیشه روبرو باشیم، ممکنه با پلاستیک، ولی خب حالا از جنسش که بگذاریم، حالا چه شیشه چه پلاستیک، این قسمت به صورت مات طراحی شده و اثرات انگشت توش دیده نمیشن و توی نورم یه افکت در حقیقت زیبایی و ایجاد میکنه. تو اجزای جانبی اولین نکته بریم سراغ این دکمه در حقیقت پاور. دکمه پاور به راحتی زیر انگشته هر دو تا دست پیدا میشه، ولی خب واسه لمس دکمه در حقیقت ولوم پایین، حتی حالا از ولوم بالا که بگذاریم، ولوم بالا که کاملا از دسترس خارجه، ولی ولوم پایین اگه بخوایم استفاده بکنیم یه مقداری دسترسی آسونی به شما نمیده و یا باید از دست دوم استفاده بکنید یا اینکه گوشی رو توی دستتون جابجا بکنید. در مورد اجزای جانبی بهم صحبت بکنیم. تقریبا هر چیزی که شما فکرشو بکنید توی دور تا دور این گوشی میشه پیدا کرد. بالای گوشی ما به جک 3 میلیمتری هدست، درگاه اینفراد، یکی از میکروفون‌های در حقیقت دستگاه، نشان JBL هم اینجا وجود داره، نشون میده شما با اسپیکر با کیفیتی تو این گوشی روبرو هستید. در خروجی اسپیکر، البته ما همچنان نمی‌دونیم که صدایی که از این خروجی خارج میشه در حقیقت اسپیکر اصلی پشت این خروجی قرار داره یا بالای صفحه نمایش، چون که صدا از هر دو اینا خارج میشه و مشخص نیست که در حقیقت اسپیکر اصلی پشت کدومشون پنهان شده. تو بخش پایینی هم میرسیم به یه اسپیکر دوم، در حقیقت میکروفون اصلی تماس، پورت USB-C و درگاه کارت حافظه و در حقیقت سیم کارت. خب بریم این درگاه کارت حافظه و سیم کارت رو باز بکنیم ببینیم با چی روبرو میشیم توی این قسمت. توی این بخش با یه درگاه ترکیبی روبرو میشیم که در حقیقت شما میتونید یا یه سیم کارت توش قرار بدید همراه، دو تا سیم، یک سیم کارت قرار بدید همراه با یه کارت حافظه میکرو اس دی، یا
دو تا سیم کارت بدون کارت حافظه. خب در مجموع با اینکه طراحی تخت این مدل و لبه‌های صاف دور تا دورش یه دیزاین مدرن و امروزی رو به نمایش می‌ذارن، اما از اون طرف ابعاد و وزن بالای این گوشی و این بیرون زدگی بیش از اندازه لنز تو طراحیش اثر منفی گذاشتن و خیلی نمیشه طراحی این مدل به عنوان یک نکته مثبت برای نوت 11 پرو پلاس ذکر کرد. صفحه نمایش 6.67 اینچی گوشی با فناوری امولد ساخته شده و تراکمش با وضوع فولشتی حدوداً 395 پیکسل تو هر اینچه. از شدت نور و کنتراست این صفحه نمایش رضایت داشتیم و زیر نور مستقیم خورشیدم، حالا با اینکه یه مقدار بازتاب نور از سطح شیشه‌ای این صفحه نمایش زیاده، اما عملکرد نسبتاً قابل قبولی داره. شیشه محافظ روی صفحه نمایش از نوع قدیمی گوریلا گلاس 5 انتخاب شده و کنارها به خصوص بخش پایینی اون حاشیه‌های نسبتاً زیادی وجود دارن که تو اندازه کلی دستگاه هم تاثیر منفی گذاشتن. تو منوی تنظیمات صفحه نمایش میشه از بین دو تم روشن و تاریک یکی رو انتخاب کرد که تم تاریک به دلیل اولد بودن پنل مصرف انرژی کمتری داره. تغییر سطح روشنایی، فعال کردن روشنایی خودکار و انتخاب حالت سانلایت یا نور خورشید هم از همین قسمت انجام میشه. تو بخش تنظیمات رنگ میشه نوع رنگ رو از ویوید پیش‌فرض به حالت اشباع شده یا استاندارد تغییر داد و از دایره پایین صفحه هم به دلخواه گرمای رنگ رو تعیین کرد. سردتر و گرمتر کردن رنگ هم از همین قسمت قابل انجامه. نرخ رفرش این صفحه نمایش به صورت پیش‌فرض 120 هرتز که میشه اونو برای مصرف کمتر باتری رو 60 هرتز هم تنظیم کرد. ولی این وسط هیچ پله میانی دیگه‌ای وجود نداره. اگه گزینه 120 هرتز رو تو این حالت انتخاب کنیم، نرخ رفرش تو اکثر مواقع رو همین عدد ثابت و بدون تغییر میمونه و فقط تو بعضی موقعیت‌ها مثل استفاده از اپلیکیشن یوتیوب یا پخش ویدیو با پلیر داخلی گوشی یه پله پایین‌تر میاد و به 60 هرتز برمیگرده. لمس نکردن این صفحه نمایش برای طولانی مدت تأثیر رو کمتر شدن این نرخ نداره و با حفظ شدن این نرخ رفرش 120 هرتزی مصرف باتری دستگاه بالاتر میره. خب دومین عدد بالای 100 تو مشخصات این مدل دوربین اصلی 108 مگاپیکسلی دستگاهه که یه سنسور نسبتاً بزرگ 1:1.52 اینچی داره و میتونه با ترکیب 9 پیکسل در 1 پیکسل رو کاغذ عکسای با کیفیتی رو تو وضوح 1/9 یعنی 12 مگاپیکسل برداشت کنه. دیافراگم لنز مقابل این سنسور F/1.89 و البته از لرزگیر اپتیکال هم توش خبری نیست. دوربین دوم چندان هیجان انگیز نیست. یه دوربین 8 مگاپیکسلی اوترا واید که F/2.2 و میدان دیدی برابر با 120 درجه ارائه میکنه. این دوربین فوکوس خودکار نداره. در نهایت هم میرسیم به یه دوربین 2 مگاپیکسلی ماکرو با F2.4 که برای عکاسی از سوژه های با فاصله نزدیک طراحی شده و درست عدسه دید. این هم فوکوس خودکار نداره. عکسای دوربین اصلی تو وضوح پیش‌فرض 12 مگاپیکسلی از نظر جزئیات و کنتراست موفق عمل میکنن و نویز زیادی هم معمولا توشون دیده نمیشه. دقت رنگ عکسای این دوربین البته خیلی زیاد نیست، ولی بازم نسبت به بیشتر دوربینای سامسونگی اشباع رنگ کمتری دارن و سوژه‌ها خیلی پررنگ و غیر واقعی به نظر نمی‌رسن. دوربین اصلی تو وضوح کامل 108 مگاپیکسلی هم به شرط نور خوب عکسای با کیفیتی می‌گیره که میشه ازشون برای بزرگنمایی و زوم کردن توی تصویر استفاده کرد. با کمتر شدن نور کیفیت این عکس‌ها البته به شدت افت می‌کنه. عکسای دوربین اولترا واید حتی تو نور کامل روز هم خیلی با کیفیت نیستن و به خاطر سنسور کوچکتر، دیافراگم بسته‌تر لنز و نبود فوکوس خودکار جزئیات کمی به نمایش می‌ذارن. رنگ این عکس‌ها نسبت به دوربین اصلی متفاوته و یه مقدار زردی بیشتری رو تو عکسای این دوربین می‌بینیم. مثل همه دوربین‌های ماکرویی که فوکوس خودکار ندارن، دوربین 2 مگاپیکسلی ماکرو نوت 11 پرو پلاس هم عملکرد موفقی نداره و بجز جزئیات کم و رنگ‌های غیر واقعی، قرار دادن این دوربین تو فاصله مناسب از سوژه هم کار آسونی نیست. عکسای شب دوربین اصلی تو وضوح پیش‌فرض 12 مگاپیکسلی به خاطر سنسور بزرگ دستگاه حتی قبل فعال کردن نایت مود هم قابل قبولن و جزئیات زیادی رو میشه توشون پیدا کرد. با فعال کردن نایت مود یا حالت شب تصویر روشن‌تری رو به دست میاریم که جزئیات بیشتر و کنترل بهتری روی نویز داره، اما نبود OIS یا لرزگیر اپتیکال تو نتیجه این قسمت تاثیر منفی گذاشته. از عکسای اتوماتیک دوربین اولترا واید انتظار خاصی توی شب نداریم و فقط کافیه نور سوژه یه مقدار کمتر باشه تا با عکس تیره و تاری روبرو بشیم که جزئیات کم و نویز بالایی داره. فعال کردن نایت مود برای این دوربین اگه نور سوژه مناسب باشه تأثیر بزرگی ایجاد میکنه، اما هنوز نمیتونه سوژه هایی که نور کمتری دارن رو نجات بده. نوت 11 پرو پلاس تو فیلم برداری خیلی فوق‌العاده نیست. دوربین اصلی البته میتونه با وضوح 4K با 30 فریم در ثانیه یا 1080p با 30 یا 60 فریم در ثانیه فیلم برداری بکنه و اتفاقا از رنگ و جزئیات ویدیوهای 4K این گوشی رضایت داشتیم. ولی از اون طرف
هیچ مکانیزم لرزگیری برای دوربین اصلی توی وضوع 4K یا 1080p با 60 فریم در ثانیه وجود نداره و EIS یا لرزگیری دیجیتال اونم فقط تو وضوع 1080p با 30 فریم در ثانیه فعاله. به بیان دیگه یعنی شما وقتی دارید با وضوع 4K یا 1080p با 60 فریم در ثانیه با دوربین اصلی فیلم برداری میکنید، هیچ مکانیزم لرزگیری EIS OIS هیچ مدلی وجود نداره و کمترین لرزش‌های دست حتی یه راه رفتن ساده‌ام به ویدیوهای این دوربین منتقل میشه. ویدیوهای 1080p با 30 فریم در ثانیه این دوربین البته این مشکل ندارن و حرکت نسبتاً روانتری ارائه میکنن، ولی از اون طرف به خاطر همه مکانیزم EIS کادرشون جمع‌تره و اینم یه نکته منفی به حساب میاد برای ویدیوهای این دوربین. دوربین اولترا واید هم میتونه با وضوع 1080p با 30 فریم در ثانیه فیلم برداری بکنه. این دوربین هم از مکانیزم لرزگیری EIS برخورداره، ولی از اون طرف هم جزئیات کمتری داره نسبت به دوربین اصلی، هم رنگاش یه مقدار زردی بیشتری دارن و از نظر کیفیت قابل مقایسه نیستن با دوربین اصلی. خب بریم چند تا ویدیو از دوربین‌های این گوشی با هم ببینیم. اگه تجربه استفاده از گوشی‌های شیائومی داشته باشید، رابط کاربری و بخش نرم افزاری گوشی کاملا براتون آشناست. Redmi Note 11 Pro Plus با رابط کاربری MIUI 12.5.7 و سیستم عامل اندروید 11 ارائه میشه که این با توجه به اینکه این گوشی از ارزش فقط چند ماه میگذره، این نسخه از اندروید یه مقدار قدیمی به نظر میرسه و بهتر بود که با سیستم عامل اندروید 12 ارائه بشه. ظاهر رابط کاربری کاملا آشناست اگه تجربه استفاده از گوشی‌های قبلی شیائومی داشته باشید. برای نمونه با 11 لایت 5G Any کاملا مشابه و تفاوت خاصی توش نمی‌بینید. دو تا انگشتی که به هم نزدیک کنید یا اینکه انگشت رو روی صفحه نگه بدارید، وارد بخش ویرایشی صفحه هوم میشید. اینجا میتونید وال‌پیپر رو تغییر بدید، ویجت به صفحه اضافه بکنید و هر کدوم از این آیکون‌ها هم که بگیرید، این پایین صفحه نمایی از در حقیقت دسکتاپ‌های مختلف رو می‌بینید که میتونید اونو توش جایگذاری بکنید. این پایین بخش تنظیمات هوم اسکرینه که خب یه سری از تنظیمات ابتدایی اینجا می‌بینید، فرضاً افکت‌های حرکت بین صفحات، انتخاب صفحه پیش‌فرض، نوع چینش آیکون‌ها توی صفحه و مواردی از این دست. مور رو که بزنید علاوه بر اون مواردی که الان بهش اشاره کردید، می‌تونید این دسکتاپ سمت چپ که گوگل دیسکاوره، یعنی این دسکتاپ این قسمت که یه سری اطلاعات براتون میاره، رو کاملا غیر فعالش بکنید و دیگه این دسکتاپ سمت چپ حضور نداشته باشه. با زدن دکمه ریسنت این پایین میتونید برنامه‌هایی که قبلا ازشون استفاده کردید رو ببینید. خب این میتونید تو این قسمت به صورت دست جمعی یا تکی برنامه‌ها رو ببندید، ولی خب یه ویژگی که اینجا وجود داره اینه که شما میتونید دو تا برنامه رو با هم اجرا کنید. فرضاً اگه مرورگر رو بخواید با ماشین حساب یه جا اجرا بکنید، دستتون روی مرورگر نگه می‌دارید، این آیکون اسپلیت اسکرین اینجا ظاهر میشه، اینو میزنید و می‌بینید که اون برنامه الان بالا به صورت رزرو باقی موند و ماشین حساب هم که قبلا بازش کردیم اگه بزنید می‌بینید که دو تا توی صفحه اجرا شد و می‌تونید اینو کوچیک‌تر یا بزرگترش بکنید و از این بالا کاملا ببندیدش. در بخش برنامه‌های پیش‌فرض سیستم عامل طبق معمول که انتظاری که از این گوشی شیائومی داریم، برنامه‌های زیادی به صورت پیش‌فرض تو این گوشی وجود دارن. فرضاً این کلینر، موزیک، سکیوریتی، اینجا در حقیقت پلیر موسیقی، خیلی از این برنامه‌ها رو نمیتونید آنینستال بکنید. فرضاً این برنامه‌هایی که به صورت اصلی توی صفحه قرار گرفتن، اینا رو ببینید مثلا هیچکدوم غیر قابل اینا هیچکدومشون نمیشه آنینستالشون کرد و در حقیقت وجود دارن و خیلی هاشون هم یه پلتفرمی هم برای نمایش تبلیغات بیش از اندازه‌ای که توی این سیستم عامل وجود داره و این یه نکته منفی بزرگه برای رابط کاربری شیائومی که از هر موقعیتی برای نمایش تبلیغات استفاده می‌کنه. یه سری دیگه از این ابزارا که توی این گوشی به صورت پیش‌فرض وجود داره، البته میشه آنینستالشون کرد. فرضاً این ریکوردر شما میتونید آنینستال بکنید، این قطب نوار رو میتونید آنینستال بکنید و مواردی از این دست. تو اینجا هستیم یه سری به بخش نوتیفیکیشن بالای صفحه بزنیم. تو حالت پیش‌فرض اگه از سمت چپ صفحه رو پایین بکشید، اعلان برنامه‌ها رو می‌بینید. خب البته اعلانی وجود نداره که نشون ما بده. از سمت راست که بکشید، تایلای در حقیقت برنامه‌ها میانبرا رو می‌بینید که اینجا لیستشون وجود داره و با زدن این گزینه بالای صفحه هم می‌تونید ادیتشون بکنید و
در حقیقت کم و زیادشون میکنید. اگه میخواییم برگردید به حالت قبلی، اون شیوهی که باش آشناییم توی نوتیفیکیشن، کافی برید توی تنظیمات و به قسمت کنترل سنتر استایل بریم اینجا و فرمو تغییر بدید به اولد ورژن. میبینید که روی نیو ورژن، اگه اولد ورژن انتخاب بکنیم باز برمیگرده به همون مدلی که قبلا هم دیدیم و برامون آشناست. یه سری بزنید به منوی تنظیمات. تو منوی سیتینگ یا تنظیمات هم باز همون ظاهری که قبلا هم از گوشی شیائومی دیدیم وجود داره. این بالا به بخش آپدیت و اطلاعات گوشی مرتبطه، تنظیمات مربوط به اتصالات رو می‌بینید، تنظیمات صفحه نمایش، مواردی از این دست، همشون اگه تجربه استفاده از گوشی شیائومی داشته باشید خیلی آشنان. تو این قسمت به دو تا قسمت بذارین اشاره بکنیم. یکی بخش پرایوسی پروتکشن، اینجا شما دسترسی های مهم این بالا براتون ردیف شده، دسترسی مکان، دسترسی به در حقیقت کانتاکت ها، کال لاگ و میکروفون که هر کدوم بزنید بهتون میگه چه اپلیکیشنی از این دسترسی استفاده کرده و کل دسترسی ها اونجاست. یه سری دسترسی های ویژه اینجا وجود داره که میتونید مرورشون بکنید ببینید که چه برنامه هایی بهشون دسترسی داشتن. یه سری دسترسی ها اونجا هست، دسترسی های اصطلاحاً های ریسک بهشون میگن که اگه این دسترسی هایی که میتونن برای شما پوش نوتیفیکیشن اصطلاحاً ارسال بکنن و اگه همچین دسترسی رو توی گوشی داده باشید دیستش اینجا میبینید و میتونید اینجوری بفهمید که اگه یک برنامه به صورت غیر مجاز به اطلاعات شما دسترسی پیدا میکنه چه برنامه‌ای و حذفش بکنید یا نه. یه بخش دیگه هم اینجا اسپیشال فیچرز یا ویژگی در حقیقت ویژگی‌های خاص رو میبینید. اینم باز قبلا تو گوشی‌های قبلی شیائومی دیدیمش، گیم توربو فرضاً یه سری اطلاعات بهتون میده. اینجا بر بازیایی که نصب شده توی گوشی میبینید و موقعی که از بازی دارید استفاده میکنید یه سری امکانات در اختیارتون قرار میده، فرضاً میتونید از بازی فیلم برداری بکنید. ویدیو تول باکس هم یه جعبه ابزاریه که موقع پخش ویدیو وجود داره. یه نکته جدیدی که اینجا وجود داره این فرانت کامرا اسیستنته که در حقیقت این نکته جدیدیه توی این گوشی. اینجا موقعی که شما میخواین عکس بگیرید اگه فعال باشه این گزینه، موقعی که میخواید عکس بگیرید با دوربین جلو، گزینه زیباسازی و پر کردن نور صفحه در اختیارتون قرار میگیره و این پایین هم میتونید این تنظیمات در حقیقت زیباسازی رو برای تماسهای ویدئویی هم استفاده کنید. Redmi Note 11 Pro Plus اولین گوشی بازاره که با پردازنده Dimensity 920 شرکت مدیاتک ارائه شده. پردازنده Dimensity 920 حاضر تو Redmi Note 11 Pro Plus یه پردازنده 6 نانومتریه که دو تا هسته ARM Cortex A78 با حداکثر فرکانس 2.5 گیگاهرتز داره و 6 تا هسته A55 به اونم حداکثر به فرکانس 2 گیگاهرتز میرسن. گرافیک این پردازنده از نوع مالی جی 68 4 هسته‌ای که خب روی کاغذ میتونه گرافیک خوبی واسه یه گوشی میان رده باشه. اگه بخوایم مقایسه بکنیم این چیپست رو با بقیه رقباش، فرضاً با اسنپ دراگون 695 یا اگزینوس 1280، باید بگیم که حداقل از نظر پردازشی با نمونه بهتری روبرو هستیم، چون که هسته‌های قوی‌تر A78 این چیپست فرکانس بالاتری دارن 2.5 گیگاهرتز، در حالی که مثلا اون اسنپ دراگون 695 حداکثر فرکانس هسته‌های قوی‌ترش 2.2 و اگزینوس 1280 هم حداکثر فرکانسش هسته‌های قوی‌ترش 2.4 گیگاهرتز. خب البته گرافیک داستان دیگه‌ایه که حالا در ادامه بررسی می‌کنیم ببینیم اون به چه صورته. حافظه رم گوشی 6 یا 8 گیگابایت از نوع LPDDR4X و 128 یا 256 گیگابایت حافظه داخلی داره. تو این نسخه‌ای که در اختیار ماست از حافظه 256 گیگ استفاده شده. طبق تستی که گرفتیم برای تعیین نوع این حافظه می‌بینیم که توی خانش ترتیبی و نوشتن ترتیبی امتیاز به گونه‌ای که مشخصه که حافظه ما از نوع UFS 2.2. حافظه نسبتاً پرسرعتی، اما با توجه به اینکه الان گوشی‌های بیشتری توی بازار با حافظه‌های سریع‌تر UFS 3.1 توی این رده قیمتی در حال ظهورن، بهتر بود که شیائومی اینجا هم از حافظه‌های پرسرعت‌تر استفاده می‌کرد. بریم چند تا تست انجام بدیم. اول بریم سراغ Geekbench 5. اینجا در حقیقت کیفیت هسته‌های پردازشی فقط مورد بررسی قرار می‌گیره. بهترین امتیازی که اینجا بهش رسیدیم توی حالت تک هسته‌ای 721 و توی چند هسته‌ای 2204 که می‌بینیم اون فرکانس بالاتر اینجا اثرات خودش رو گذاشته. چون اگه اینو مقایسش بکنیم با یه گوشی مثل گلکسی A73 که پروسسور اسنپ دراگون 778G داره، تو حالت تک هسته‌ای می‌بینیم امتیاز حتی از امتیاز A73 هم بالاتر رفته. خب البته اختلاف زیاد بالا نیست، ولی اون فرکانس بالاتر تاثیر خودش رو گذاشته. تو حالت چند هسته‌ای چون تعداد هسته‌های قوی‌تر این پروسسور دو تا کمتر نسبت به اسنپ دراگون 778G، می‌بینیم که امتیاز کمتره. توی A73 ما امتیازی که اینجا بهش می‌رسیم
حوالی 2600 واحده. اینم بگم که گوشی های پرچمدار تو این تست میرسن به حدود امتیاز 1000 واحد تو تک هسته‌ای و حدود 3700-3800 واحد توی حالت چند هسته. بریم سراغ یه تست جامع تر، تست آنتوتو که علاوه بر پردازنده گرافیک رم و بقیه موارد دیگر هم تست میکنه. امتیازی که بهش رسیدیم توی این مدل حوالی 440000 واحده. اینم بازی امتیاز متوسطه، میشه گفت رو به پایینه، چون اگه مقایسهش بکنیم فرضاً با A73 که پردازنده قوی تر و البته گرافیک قوی تری داره و توی این تست بودن به امتیاز 520000 واحد رسید، میبینیم که بازی امتیازی خورده پایین تره. البته خب باز همچنان نسبت به مدلی مثل A53 با پروسسور اگزینوس 1280 امتیاز بالاتره، چون A53 تو این تست بودن به امتیاز 380000 واحد رسید. تو این تست هم گوشی‌های پرچم‌دار میتونن به حوالی 1,000,000 نزدیک بشن، 800-900000 یا اینکه 1,000,000 واحد. بریم یه سری به تست گرافیکی 3D مارک بزنیم که ببینیم که گرافیک این گوشی در چه صورتیه، در حقیقت به چه صورتیه. توی تست واید لایف از مجموعه 3D مارک امتیاز خوبی که ما به دست آوردیم، در حقیقت بهترین امتیازی که از این گوشی به دست آوردیم، حوالی 2000 واحده و متوسط فریم 12.1 که اینم باز اگه مقایسش بکنیم با یه گوشی مثل گلکسی A73 که تو این تست بودن به امتیاز 2400 و متوسط فریم 14-15 فریم رسید، می‌بینیم که یه خورده گرافیک ما ضعیف‌تره. خب البته این به این معنی نیست که با گرافیک ضعیفی تو این گوشی روبرو هستیم و تقریبا هر بازی که توی این گوشی ما اجرا کردیم مشکل خاصی توی اجرا نداشت. اینم باز توضیح بدم که گوشی پرچم‌دار این تست رو با حوالی امتیاز 8000 واحد و متوسط فریم 50 فریم بر ثانیه به پایان می‌رسونم. برای یه گوشی بزرگ مثل این، باتری 4500 میلی آمپر ساعتی تو نگاه اول خیلی پرظرفیت به نظر نمی‌رسه. تو عمل اما میشه از این باتری راضی بود و تو شرایط ضروری از منوی تنظیمات با انتخاب سیو باتری دوام بالاتری رو به دست آورد. گزینه پرفورمنس تو این قسمت هم برای موقعیه که احتیاج به قدرت بالاتری دارید. تو این بخش قسمت‌های مختلف گوشی بر حسب مصرف انرژی مرتب شدن و حالت جداگونه‌ای هم برای فعال کردن گزینه بوست برای شارژ باتری با حد اکثر توان شارژر که به صورت پیش‌فرض غیر فعال در نظر گرفته شده. ذخیره‌ساز باتری برای اپلیکیشن‌ها و زمان‌بندی برای خاموش و روشن کردن اتوماتیک دستگاه هم از همین قسمت انجام میشه. یکی دیگه از اون عددهای بالای 100 که اهمیتش برای خریدارا شاید از اون دوتای دیگه هم بیشتر باشه، شارژر 120 واتی گوشیه. این شارژر خیلی بزرگ و سنگینه و شبیه شارژرهای لپتاپی به نظر میرسه. طبق ادعای شیائومی اگه گزینه بوست رو تو تنظیمات باتری فعال بکنید، میتونید با کمک این شارژر ظرف 15 دقیقه گوشیتون رو شارژ کنید. طبق تست ما این زمان تو حالت بوست البته خیلی بیشتر بود و با اینکه ظرف 10 دقیقه باتری گوشی از 2% به 70% رسید، اما بعد سرعت شارژر کم شد و شارژ کامل حدود 40 دقیقه طول کشید. اگه گزینه بوست غیر فعال بشه، سرعت شارژ تو 10 دقیقه اول کمتره، اما ظرف 22 دقیقه باتری شارژ میشه. یه نکته جالب تو این بخش پیغام هشداریه که تو این حالت رو صفحه ظاهر میشه که ازتون میخواد برای گرم نشدن بیش از اندازه دستگاه گزینه بوست رو غیر فعال کنید. خب اینم از بررسی Redmi Note 11 Pro Plus 5G که تو سمت نکات مثبتش باید دوباره به همون سه تا عدد بالای 100، یعنی صفحه نمایش AMOLED 120 هرتزی، عکسای دوربین 108 مگاپیکسلی و سرعت شارژ بالای 120 واتی اشاره کرد. تو سمت نکات منفی، حالا از ابعاد و وزن بالای گوشی که بگذریم، باید به نبود OIS یا لرزگیر اپتیکال برای دوربین اصلی اشاره بکنیم، شلوغ بودن رابط کاربری MIUI و اندروید 11 و از اون طرف تطبیقی نبودن نرخ رفرش 120 هرتزی صفحه نمایش قرار دارم. خب شما راجع به این گوشی چی فکر میکنید؟ نظراتتون رو تو کامنت با ما در میون بذارید. ممنون از همراهیتون و به امید دیدار.